سارا واحدی بنیانگذار اپ احتساب که در فهرست رهبران جوان مجله تایمز نیز قرار گرفته و این ابتکار او در بخش استفاده در افغانستان مؤثر و تاثیرگذار ارزیابی شد، حال روی ابتکار دیگری که آموزش مجازی است متمرکز است و میخواهد صنوف را برای دختران و پسران در افغانستان از طریق اینترنت دایر کند. خوشبختانه سارا جان را از طریق اسکایپ از شهر ونکوور کانادا با خود داریم تا شرح بیشتر با شما در میان بگذارند. سارا جان سلام و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین. قبل از اینکه بپردازیم به ابتکار شما، واکنش شما به این تصمیم طالبا که دختران از مکاتب بازداشت سلام لینا جان، روزتون بخیر. ما اصلا باور ندارم طالب دوره اول اما این طالب امروز هیچ فرق ندارم، چرا که برای ما اتجای تعجب نیست که طالب ها عقد تحصیل زنها را و دختر خانم ها را بند کردن، چون این دوره اول هم دیده بودیم. برای ما تعجب است که چطور جامعه جهانی و بعض افغانهای خود ما فکر میکنن که طالبان تغییر کردن، چون ما دمی سه یا چهار ماه دیدیم که هیچ فرق ندارن و بازم اینقدر جای چی نیست، تعجب نیست برای ما. بازم اینمی که جامعه جهانی اینمی چالش ها ندیدن و نمیخواستن که یک تغییرات بیاره، تا فعلا حال برای ما بسیار جای تعجب است. خب شما حال روی یک ابتکار، هنوز البته کار ابتدایی را آغاز کردن با ویز که شما صنوف مجازی را برای دخترها و پسرها در افغانستان مهیا کنین، کمی در این مورد معلومات بتین. بله، ما یک گروه به نام افغان ستونز هب تقریبا دو الاسه ماه پیش جور کردیم. بعد از کردن افغانستان شروع میکردم در امریکا و در ذهنم گشت که اینی بهترین وقت است که افغانهای خود ما خصوصا محصلین در هر کنج دنیا بتانن دست خود جمع کنن و بتانن که برای کشور خود خدمت کنیم، چرا که این مانا نیست که ما خارج عالم میاییم و ما کشور خود تر میکنیم. این بهترین وقت است که ما میتونیم که در هر بخش تحصیل ما میتونیم که خدمت کنیم. و یک پروژه که در ذهن ما آمد در این جلسه بود که ما میتونیم همراه محصول افغانستان همانگی پیدا کنیم که بتونیم ما را منتور کنیم در هر بخش که ما پیش میبریم. مثال ما در بخش دیتا ساینس درس میخوانم و ما میتونیم که همراهشان هر هفته یک الا دو ساعت صحبت کنیم و در هر بخش که کمک و نیاز دارن کورس پلانینگ اپلیکیشن برای پانتونای خارج یا در داخل افغانستان میتونیم که امراه شما. بله خب شما واضحاً برای از ابتکار باید با دختران در افغانستان در تماس باشین. چه تجربه را با شما تا کنون در میان گذاشتن؟ بله، در مجلسه یک چند تان از دخترهای خانم در افغانستان که فیلحال در افغانستان هستن در مجلسه بودن و بسیار قصای بسیار جگر دلشت و جگرخون برای ما میگفتن که ما از وقت ما یادست کش نبرامدیم از خانه خود، درس ما بخی بند شد. یک دختر خانم نو سنف دوازه را خلاص کرد و میخواست که پنتون امریکایی شروع کنه که حالا میگه هیچ کانکور نیست، هیچ پروسه نیست برای من، نیست که من چگونه درس خود شروع کنم و در ضمنش پنتون امریکایی و دیگه پنتون ها هیچ امرای مواصلین افغانستان هیچ ارتباط ندارن که بسیار برای من جای تعجب است و بزودترین فرصت میخواین که برشان معلومات پیدا کنن که چگونه میتونن درس خود شروع کنن و در ضمنش بر ما گفته بودن که از هر راه که باشه و میخوان که درس خود پیش ببرن و از مو خاطر کمک افغانا که فلحال در خارج هستن از بله. ممنون و تشکر از شرحی که در قبال ابتکار برای بیننده‌ای را دادین. امیدواریم در برنامه آینده بتانیم شکل عملی این پروسه را بیشتر با بیننده‌ها تشریح کنیم. تشکر از وقتتون. ممنون.